زنده ایران در دستان شماست. انگیزه شکلگیری نهاد مردمی از سوی بخشی از کنشگران سیاسی در درون و برون از ایران فرایندی است برخاست از خروش ملی و جنبش سبز آزادی خواهی مردم میهنمان بر ضد حکومتگران و نظام بیدادگری که در 31 سال گذشته با سرکوب و زیر پاگذاری حقوق مدنی و ملی ایرانیان موجودیت اشغالگر، ویرانگر و بیگانه خود را بر ملت ایران تحمیل کرده است. این نهاد با بررسی علل شکست‌ها و ناکامی‌های مبارزاتی مخالفین جمهوری اسلامی در سه دهه گذشته با بهره‌گیری از سیستم‌های تکنولوژی نوین رسانه‌ای، کامپیوتری و اینترنت به دور از هر گونه پیش‌داوری‌های فرقه‌ای ایدئولوژیک و نفاق آفرین، شخصیت‌ها، احزاب، گروه‌ها و کنشگران سیاسی آزادی‌خواه و ضد رژیم را برای پشتیبانی از جنبش گسترده مردم ایران به گرد هم فرا می‌خواند تا به کمک یکدیگر این حلقه‌های از هم گسیخته را به هم پیوند داده تا بتوانیم با سازماندهی تشکل‌ها و نیروهای سیاسی همپا و پیوسته به این دوران سیاه تاریخ میهنمان پایان دهیم. با درود به هم‌میهنان عزیزم، ایرج شاه‌ولایتی هستم و برنامه امروز نهاد مردمی رو از استودیوی سیمای نهاد مردمی در جنوب کالیفرنیا به شما پیشکش میکنم. هموطنان عزیز، آنچه که امروز داره در جهان میگذره، کشتار در عراق، کشتار در افغانستان و کشتار در سوریه، محاکمه مبارک در مصر و آنچه رو که جهان و حوادثی رو که جهان آبستنش هست. اما حقیقتاً کارهایی رو که امروز حکومت اسلامی در سوریه میکنه قابل دفاع نیست. تا کی میشود این آبروریزی رو در جهان تحمل کرد؟ یکی از شخصیت‌های نهاد مردمی مقاله‌ای رو نوشتند که اگر فرصت داشته باشیم امروز به این مقاله میپردازیم. اما جالبه، دیکتاتورها بعضیا گذشته‌شون رو فراموش میکنند، خیلی هاشون، مثل آقای سید علی خامنه ای. و زمان واقعا چقدر زود میگذره و تاریخ چگونه فراموش میشه. آقای حاج محمد شانه‌چی رئیس دفتر آیت الله طالقانی بودن که آقای خامنه ای قبل از انقلاب به مدت 15 سال، هموطنان عزیز، 15 سال در خانه آقای شانه‌چی هر سال 3 ماه محرم و صفر رو و رمضان رو در اونجا بیتوته می‌کردن و یک طبقه از منزل آقای شانه‌چی در اختیار آقای خامنه‌ای بود، همین آقای خامنه، همین روضه‌خونه. و ایشون در خاطراتش تعریف می‌کنه که من هر ساعتی از شبانه روز برمیگشتم خانه، غذای من حاضر و آماده بود. همین روزخونه، وقتی برمیگشتن به خونه آقای شانه‌چی
ازشون پذیرایی میکردن، غذا براشون فراهم میکردن. و آقای شانهچی میگوید یک سال آقای خامنه‌ای به من اول ماه محرم گفت حاج آقا دعا کن امسال خوب کار کنم و یه ماشین بتونم بخرم، که از غذا اون سال وضع اوضاع کاسبی آقای روزخان خوب بود و تونستن یه ماشین بخرن. در اینجا تصویری رو میبینید از آقای خامنه‌ای و دوستانشون که نشستن و غذای وسط سفره گذاشتن و ظاهراً آبگوشتی میخورن و با همدیگه تهیه و تدارک کارهای انقلابی رو میبینن. البته ایشون آقای خامنه‌ای اگر که توجه داشته باشین قبل از انقلاب و قبل از این جریانات برای خودشون پیپی میکشیدن و سازی میزدن و اهل دل بودند، ولی در یکی از سخنرانی‌هاشون آقای حجت الاسلام سید علی خامنه‌ای وقتی که حجت الاسلام شده بودن سخنرانی کردن در حوزه علمیه قم، این جریان مال قبل از انقلابه، و ایشون این چنین فرمودن هر وقت بی‌سوادی، فقر، گرسنگی، ستم و نابرابری ریشه‌کن شد انقلاب به ثمر رسیده است. فرمایشات این روزخونه است هموطنان عزیز قبل از انقلاب. شاه گناهش همین بود که می گفت اون چه من می گویم نه اون چه ملت می خواهد. امروز هر کس این منش را تکرار کند کاری مطرود و محکوم را انجام داده است. ببینید این دروغگوها، این مزورا قبل از انقلاب چی می گفتند؟ چه حرفهای دهن پرکنی می زدند و امروز چه می کنند؟ امروز حرکات خودشون کاملا مغایر با صحبت‌هایی است که می‌کردند. هر وقت بی‌سوادی، فقر، گرسنگی، ستم و نابرابری ریشه‌کن شد انقلاب به ثمر می‌رسد. فکرشو بکنین در طی این 33 سال، حدود 33 سالی که حکومت اسلامی بر سر کار هست، آیا توانست فقر و گرسنگی رو ریشه‌کن بکنه یا اینکه فقر و گرسنگی رو چندین هزار برابر کرد؟ ستم و نابرابری رو ریشه‌کن کرد؟ نخیر، ستم و نابرابری رو میلیون ها برابر کرد، افسوس. اما حقیقتا ببینید که این آقای روزخون پنج تومانی که در خونه آقای شانهچی بیتوته میکردن و از غذای گرم اونها استفاده میکردن و از خونشون استفاده میکردن، ببینید که بعد از انقلاب چه بلایی به سر آقای شانهچی درآوردن. همین آقای سید علی خامنه ای بعد انقلاب یک دختر و دو پسر آقای شانهچی را اعدام کردند، انقلابیون، و خودش هم که لاجوردی دستور داده بود آقای شانهچی که لقب معتمد و تجار را داشت پشت صفحه های لاجوردی را در زمان قبل از انقلاب امضا می کرد، گفته بودند زنده نیاورید چون شرم داشت چشمش به شانهچی بیفتد. این آخونده، این مزوره، این ستمگر امروز شرم داشت که میهماندار 15 سالش رو ببینه. حق داشت شرم داشته باشه، اما نگاه کنید که با شرمش چیکار کرد. یک دختر و دو پسر آقای شانهچی رو اعدام کرد، ولی شانهچی زنده دستگیر ولی فرار کرد و 17 سال در پاریس با لباس زیرفروشی امرار معاش میکرد و جوانان ایرانی جان به در برده از اعدامهای خرواری سالهای سیاه و افسانه‌ای 1360-61 و 62 را پناه میداد. و وقتی دهه 70 با وساطت آقای خاتمی، این سید خندان دروغگوی دیگر، با وساطت آقای خاتمی آمد به ایران، تمامی اموالش مصادره شده بود. شانهچی بعد از برگشت به ایران با پولی که از راه فروش لباس زیر در پاریس جمع کرد دو مدرسه در مشهد ساخت. آفرین. در اواخر عمرش اقوام شانهچی ایشان را در سرای سالمندان گذاشتند، تمامی فرزندانش اعدام شده بودند و باز عده‌ای از دوستانشان ایشان را از آنجا بیرون آورده و در خانه ای با مراقبت مستمر دوستانشون نگهداری کردند. ولی آقای خامنه ای خانه اش طبقه دوم نداشت
که به آقای شانه‌چی اعطا کند. هموطنان عزیز، امروز این کسانی که خود را رهبر می دانند و از آیه نازل شده که دیگه وحی منزل هر غلطی که می کنند، اینها رو نگاه کنید سابقه شون کیا هستند. اینها حتی به مهمانداران خودشون که باشون نون و نمک خورده بودن رحم نکردند. هموطنان عزیز، از روزی که آمدند خفت و خاری آوردند برای خودشون، سربزیری آوردند برای ملت ایران و برای خودشون. هموطنان عزیز، این کسانی که امروز بر مسند حکومت نشستند با بحران زندگی کردند و با بحران میخوان زندگیشون رو ادامه بدن. اما دیکتاتورها بعضی وقتا نمیدونن که این داستان بسیار موقتی است. ببینید، این امروز مبارک رو نگاه کنید که تازه خیلی خیلی دیکتاتور روسفید است در مقابل این کسانی که در ایران حکومت میکنند. این حکومتگران فاسد ایران، این جلادان، این خیانتکاران که به ملت ایران خیانت کردند، به خودشون خیانت کردند و حتی به میهماندارانشون، به کسانی که در قبل از انقلاب این همه مواظبشون بودند، این همه ازشون نگهداری کردند، براشون دعا کردند که کاسبی روزخانیشون خوب باشه تا بتوانند ماشینی بخرند از پول روزخانی، امروز ببینید چه کبکبه و دبدبه راه انداختند. اینا براشون سخت دیگه حالا از این مرحله عبور کنند، اما ملت ایران زنده است. این ملت حتما اینها رو سر جای خودشون خواهد نشوند. اما هموطنان عزیزی که به هر دلیلی مجبور هستید با این آخوندهای مزور کار بکنید، یادتون باشه که حکومت اونها، حکومت این آخوندها، شمارش معکوسش مدت هاست که شروع شده. روز موعود فرا خواهد رسید و اینها به زبالدان تاریخ ریخته خواهند شد. هموطنان، شما باید مواظب همه چیز باید باشید، حواستون جمع باشه. شما نمیتوانید و نمیشود که در اردوی این دیکتاتورها بیتوته کرد و کمپ کرد، برای اینکه این دیکتاتورها عمرشون داره به سر میاد. نگاه کنید قذافی رو ببینید که به چه واقعا عزیز ذلتی رسیده، و ببینید ملت سوریه رو که چجور همچنان سرپلنگ ایستاده است در مقابل این دیکتاتورها، در مقابل این دیکتاتور بشار اسد. هر چه که جمهوری اسلامی قرار باشه کمک بکنه به بشار اسد، بشار اسد ماندنی نیست، حکومت جمهوری اسلامی هم ماندنی نیست. اینها رفتنی هستند چون باید بروند. امروز مقاله هست که دوست داشتم بخشی از این مقاله رو برای شما هموطنان عزیز بخونم. این مقاله تیترش بود که دیکتاتورها گروگان اعمال خیش هستند. حقیقتاً اون چرا که دیکتاتورها میکنن، خودشون رو در اون تناب و پیچیدگی اون تناب، در اون تلهی که هست بیشتر گرفتار میکنن. در اینجا در این مقاله میگه، این مقاله چندی پیش نوشته شده اما چون نکات بسیار جالبی داشت علاقمند بودم که هموطنان از این مقاله مطلع بشن اگر نخوندن. میگه همچنان که بهار عربی از تونس و مصر بیشتر و پیشتر این دو کشور را در بر گرفت، قطعا روی این دو کشور نیز زودتر اثر خواهد گذاشت. همچنان که به زودی سایر کشورها و از جمله کشورهای عرب آفریقا و آسیا و خلیج فارس را نیز در بر خواهد گرفت، زیرا دیکتاتورهای حاکم در کشورهای عربی دستاوردی ندارند. البته دیکتاتوری حاکم در ایران هم دستاوردی نداره، دستاوردی ندارند که خود را از امواج انقلاب مردم مسئول بدارند. اگرچه تا کنون کوشش کمی به عمل آمده تا کارهای نیک دیکتاتورها اگر باشد و ستمگریهایشون ارزیابی و نوشته شود، ولی
به گفته اون استاد فرزانه که منظورشون دکتر عبدالحسین زریکوب است، ولی به گفته آن استاد فرزانه کردار نیک دیکتاتورها در مقابل زشت کرداری های آنان انقدر ناچیز است که حتی صفحه سنگ گور آنها را هم پر نمی کند. فکر کنید این خامنه ای بدبخت وقتی که بمیره، اگه بخوان روی سنگ گورش بنویسند که چه کارهای خوبی کرده، در حد سنگ گورش هم نخواهد بود. اما در مورد کارهای زشتشون تاریخ قضاوت خواهد کرد و کتاب ها نوشته خواهد شد و فیلم ها ساخته خواهد شد. اما مشکل اونجاست که دیکتاتورهای ملول طبع در ازای ملول طبع درازای تاریخ را فقط در عمر خود میبینند، نه از گذشته چراغی فراراه را آینده خیش میسازند و نه برای بعد از مرگ آینده ای میبینند. این دیکتاتورها فکر میکنند که 2000 سال عمر میکنند. جالبه، علی خامنه ای و اعوان انصارشون هم از این مقوله خارج نمیتونن باشن. این دیکتاتورها برخلاف ظاهر گامهای لرزانی برمیدارند، در حالی که نگاه به گذشته دور و گام نهادن در آنچه پیش روست استوار کردن گامها در جایگاهی بلند است که در آن به راحتی بتوان آینده را دید. اینها نمیتوانند گامهای استواری داشته باشند، برای اینکه زیر پاشون خالیه. این دیکتاتورها به ملتشون تکیه ندارند، در همون افکار خودشون غوطه ورند. به هر حال مبارک نه امید رهایی دارد و نه دیگر دیکتاتورها نیز میتوانند برای همیشه از خشم مردم فرار کنند. هیچ دیکتاتوری، این خامنه ای، بقیه شون، هیچ کدومشون نمیتونن از خشم مردم فرار کنن. وای به اون روز که اون روز فرا خواهد رسید. هرچند دیکتاتورها همواره دوست دارن هر راه حلی را که اگر چه به بنبست هم رسیده باشد دوباره تجربه بکنن. جالبه که دیکتاتورها در طی طول تاریخ همه اون کارهایی رو که دیکتاتورهای دیگه کردن باز تجربه میکنن، چون خودشون میخوان تجربه بکنن. ولی تاریخ هرگز تکرار نمیشود و تکرار تاریخ به معنای بازگشت زمان سپری شده با تمام حوادث و شرایط است. اما آنان چون در مقام فرمانروایی پیوسته اسیر توهمات یوتوپیایی خود هستند، هر بار که خود را در یک نقطه عطف میابند به شوخ چشمی و خیره سری که لازمه طبع مستبد ستمگران بیخرده است، خطاهای آنان را تکرار و خطاهای و آنها را خطای تاریخ میپندارند، نه تاریخ خودشان. در پایان خط سیر تاریخ قرار دارند این دیکتاتورها. این غفلت یا تغافل گمراه کننده که مرگ و فنای احتراز ناپذیر لازمه طبیعت را هم از چشم ستمگران بیعقل دور می دارد، آنان را بیش از حد مجاز و معقول به زندگی متزلزل و بی ثبات انسانی دلبسته و مطمئن می کنند. این زندگی بی ثباتشون رو فکر می کنند که تا انتهای تاریخ ادامه داره. با این حال گرچه راه رسیدن به آزادی دشوار و گذشتن از صد قدرت دیکتاتورها مشکل است، ولی به قول نلسون ماندلا، اون رهبر جاودانه مردم آفریقا، ستمگران ماهیت مبارزه مردم را تعیین می کنند. حسنی مبارک نیز چون همه ستمگران خود ماهیت مبارزه مردم مصر را تعیین کرد و اکنون دروگان اعمال خیش است. ببینید امروز، همین امروز تصویر مبارک رو نشون میدادن که با برانکارد با فرزندانش اومده بود، آورده بودنش توی اون دادگاه برای محاکمه. آقای خامنه ای نگاه کنید، سرنوشت شما خیلی که خوب باشه همین چنینه، خیلی که خوب باشه همین چنینه. هموطنان عزیز، اجازه بدید بریم و برگردیم
و در این فاصله مطلبی رو ببینیم که من فکر میکنم قابل توجه هست در زمینه دیکتاتورها، و در این حال این مطلب قابل مداقه است که ما توجه بهش بکنیم و ببینیم که این شخصیت ها از داخل ایران با توجه با تمام محدودیت هایی که دارن چگونه رشیدانه صحبت میکنن. هموطن عزیز، برای ثبت نام و پشتیبانی از یکی از بزرگترین سازمان‌های مخالف حاکمیت اسلامی که هدف آن حمایت از جنبش آزادی خواهانه مردم ایران برای حذف و نابودی کلیت حاکمیت جمهوری اسلامی و برقراری دموکراسی و حقوق بشر در سرزمینمان میباشد، به تارنمای نهاد مردمی www.nahadmardomi.com مراجعه کنید و به صورت پرداخت اینترنتی به وسیله کارت‌های اعتباری و همچنین پیپل این سازمان را که در ایالات متحده به ثبت رسیده است همیاری و پشتیبانی کنید. شماره حساب نهاد مردمی برای همیاری در داخل و خارج از ایالات متحده، ویلز فارگو بانک، دارنده حساب دنیو ایران، شماره حساب 33-94-94-15-57، راتینگ حساب برای پرداخت از خارج ایالات متحده WFBIUS6S، راتینگ حساب برای پرداخت در داخل ایالات متحده 121-30-248. ما میبایست به زودی به یک سازمان منسجم و در خور احترام مجامع بین المللی تبدیل شویم. هموطن عزیز، پشتیبان نهاد مردمی تنها شما هستید. ما زنده برانیم که آرام نگیریم، موجی که آسودگی ما عدم است. خواهشمند است جهت اعلام همیاری خود با این شماره تماس بگیرید. من گاهی خصوصا رو اون شعری که برای خلیج فارس گفتم یا شعری که برای تنب کوچک بزرگ گفتم، توی یوتیوب کامنت های عجیب و غریبی برای من میذارن. یه دو گفته بودن که آقای پیام، این نژاد پرستانه و نگاه نژاد پرستانه شما به عرب ها درست نیست، شما یه فرد فرهیخته هستید، بعد ما خصومتی با عرب ها نداریم. یکی سیم نوشته بود که به نظر من آقای عالی پیام بابت این شعر باید از عرب‌ها عذرخواهی کنه. اولا من این رو بگم، خیلی از دوستانی که کامنت گذاشته بودن از برای بچه‌های اهواز و آبادان و خرمشهر و اینها بودن. من خدمت این دوستان عزیز بگم که اولا شماها عرب نیستید، عرب زبانید. بین عرب بودن و عرب زبان بودن خیلی تفاوت هست. همونطور که الان مردم عراق، مردم سوریه، مردم مصر، مردم لیبی عرب زبانن، عرب نیستن، نژاد عرب نیستن. بعد از حمله عرب، زبان عربی به این کشورها، به این قوم‌ها تحمیل شد و زبانشون عربی شد. و اینها فردوسی نداشتن که بتونن زبان مادری خودشون رو حفظ کنن. ما هم اگر فردوسی نداشتیم، الان به زبان عربی حرف می‌زدیم. دقیقاً مثل مردم عزیز آذربایجان که تا 300-400 سال پیش زبانشون ترکی نبود، زبانشون فارسی بود. اونها هم ترکی زبان هستن. ترک، نژاد ترک نیستن، نژاد آذربایجان. این راجع به مطلب اول.
که اهوازی ها، آبادانی ها، خرمشهری ها، بندری ها، جنوبی ها عرب نیستید، شما ایرانی هستید. یک. دوم، من نمیدونم شما تاریخ رو خوندید یا نخوندید که چه جنایاتی شد با مردم این سرزمین، با مردم بخارا، با مردم سیستان، با مردم بلخ، هرات، نهاوند، گیلان. برید بخونید، جناب تبریزی فرمودن تاریخ بخونید، نمیگم برید تاریخ طبری رو بخونید، روغن سکوت رو بخونید، گیرتون نمیاد کتابای باستانی پاریزی رو بخونید. خالد ابن ولید قسم خورد که اگر من فتح کنم این شهر رو، حمام خون، جوی خون را میندازم و با این خون آسیاب میکنم و از اون آسیاب نان میخورم. 20,000 نفر رو در یک روز سر بریدن تا این جوی خون را بندازن، خون را نمیافتاد، تا میومد دلمه بیبس نمیشد، هی میکشتن، هی میکشتن. آخر با آب قاطی کرد، خونابه را انداخت، آسیابش رو چرخون و لشکر 80,000 نفر عرب 3 روز از آسیابی که با خون ایرانی ها آردش تهیه شده بود نون میخوردن. در بلخ 3 بار عرب حمله کردن، برگشتن، تو هر خونه یه عرب گذاشته بودن که ببینن اینها نظارت کنه بر نماز و روزه و سایر شریعتشون. بعد شما تصور بکنید توی خونه ای که مردش صحرا، زنش، دخترش تو خونه است با یه دونه دوتا عرب، چه اتفاقاتی ممکنه بیفته؟ حمام هرات، حمام های هرات تا 6 ماه با کتاب میسوخت، کتاب هایی که از کتابخونه ها در آورده بودن. اگر بنابر عذرخواهی باشه، این عرب ها هستن که باید نه تنها از ایرانی ها، نه تنها از ایرانی ها، نه تنها از عراقی ها، سوری ها، لبنانی ها، مصری ها، از جامعه بشریت باید عذرخواهی کنن، چون جنایت در حق بشریت شد. من اینجا فرصت نیست باز کنم خیلی از مطالب رو بگم، به همین بسنده میکنم و من میبوسم دست اون عرب فهمیده روشنفکری که از گذشته خود شرمگینه، کما اینکه ما از خیلی مقاطع تاریخیمون دفاع نمیکنیم، شرمگینیم. کاری که نادر تو هند کرد قابل دفاع نیست، کاری که پادشاهان ایرانی تو روم کردن بعضیاشون قابل دفاع نیست، آلمانی ها هنوز از بابت هیتلر خجالت میکشن، چه اشکال داره؟ ولی عرب ها هنوز که همزه خودشون رو سید و آقا میدونن و ما رو موالی میدونن. برید تو دبی ببینید با این دخترای ایرانی چه کار دارن میکنن. من برای اینکه نشون بدم نژاد پرست نیستم و اون عرب آزادی خواه رو مخلصشم هستم، چند بیت برای جوانهای مصری تقدیمتون میکنم. دیدی که چگونه حاکم مصر افتاد به بشکه زباله، دیدی که چگونه حاکم مصر افتاد به بشکه زباله، در ظرف 2 هفته سرنگون شد تومار حکومتش اماله، هرگز کمکی به او نکردند هم پاول کیان هم پیاله، نه هنگ موتور سوار، ببخشید شتر سوار وحشی، نه همیشه باید موتور سوار و شتر سوار با هم قاطیم، نه هنگ شتر سوار وحشی، نه حجمه عده‌ای تا پاوله، نه مدح و ثنای پاچه خاران، نه عربده با دهان گاوله، نه گارد لباس شخصی او، نه حیله نایب الوکاله. ایول به همیت عرب ها یک مشت جوان 20 ساله، دادند به کل دیکتاتورها اهرام ثلاثه را حواله. آنان که به زعمشان خلایق هستند زباله و نخاله،
ارزش ننهند رأی مردم جز زاد و تبار عمه خاله ملت فقط عده‌ای خودی ها هر غیر خودی چنان توفاوله یک عده قلیل جاه و نعمت یک مشت کثیر اشک و ناله انگار که خورده ملک و ملت ششتانگ به نامشان قباله تاریخ بخوان جناب حالو اندرز بگیر از این مقاله تجدید نظر به کار خود کن این راه و روش کن استحاله انقدر نتاز تا بیفتی مانند خران درون چاله دیدی که به کفر میتوان ماند لیکن به ستمگری محاله اما افسوس که تجربه نمی کنن اون اتفاقی که توی تونس افتاد تو مصر افتاد اینن تو لیبی و سوریه و یمن و بحرین و جاهای دیگه هم داره می افته این نصیحت های ما هیچ فایده ای نداره اگر اینها نصیحت پذیر بودند جناب احمدی نژاد فرمودن بهشون آقا بی خود می کنید مردمتون رو می کشید مطالبات مردم رو بدید انتخابات آزاد برگزار کنید ولی خب آفرین. گوش نمی کنید آفرین به این رشادت دیدی که به کفر می توان ماند لکن به ستمگری محال حقیقتا این شخصیت ها رو وقتی آدم در درون ایران میبینه چطور این دیکتاتورها به خودشون اجازه میدن که فکر بکنن که ماندنی هستن امکان نداره بتونن بمونن حقیقتا اگر ما هم فردوسی را نداشتیم ما هم امروز به زبان عربی صحبت میکردیم هموطنان عزیز اونچه که امروز در سوریه داره میگذره ما با رشادت های این مردم با دیکتاتوری و مبارزشون با دیکتاتوری رو ارج میگذاریم اونچه رو که در طی طول تاریخ با ما کردند این شخصیت توضیح دادند حتما از کرده خودشون پشیمونند ما هم در طی طول تاریخمون اگر اشتباهاتی کردیم حتما ازش پشیمون هستیم اما ببینیم که این دیکتاتورها امروز چه میکنند نوشته ای هست از یکی از پشتیبانان نهاد مردمی در مورد سوریه این عضو نهاد مردمی پیشنهاد کردند که ما یک روز رو به نام ملت سوریه نامگذاری کنیم به خاطر رشادت هاشون ایشون می نویسن با مرور تاریخ در برهه از اواخر قرن 20 تا به حال کم کم متقاعد شده بودیم که حماسه واژه‌ای است که به تاریخ پیوسته و جایی در عصر حاضر ندارد و نخواهد داشت اما مطابق اونچه که در طول نزدیک به 6 ماه مبارزات خستگی ناپذیر ملت سوریه شاهد اون بوده و هستیم چنین نتیجه می گیریم که اعتقادمون به پایان عصر حماسه اعتقاد باطلی بوده است. شجاعت و تداوم مبارزه یک ملت در مساف با استبداد مرگبار بشار اسد از آغاز عصری جدید خبر می دهد که در آن حماسه و از خودگذشتگی برای رسیدن به آزادی تعریفی دوباره می یابد. همکنون ملت سوریه در حال دادن درس شجاعت به همه جهانیان و به ویژه ملت‌های تحت ستم می باشد. اگر نگوییم که چنین ملتی در طول نیم قرن گذشته نظیری نداشته اما می توانیم به جرأت ادعا کنیم که آنها کم نظیرند. آنها هر روز با قامتی استوار
چون بادبانهای برافراشته نسیم آزادی را بیشتر از روز قبل در آغوش می‌گیرند تا کشتی مجروح و ستم دیده سوریه را به سوی ساحل نجات هدایت کنند. بادبانهای برافراشته و خونین ملت سوریه نه تنها باعث افتخار ملت عرب و نیز ملل خاورمیانه گشتند، بلکه مایه افتخار بشریت نیز شدند. تا جایی که میتوان گفت این ملت سوریه نیست که لایق آزادی باشد، بلکه این آزادی است که برازنده ملت سوریه میباشد و باید به ملتی که این چنین بی‌محابا به خاطر آن مبارزه میکند به خود ببالد. این ملت سوریه نخواهد بود که در فردای رهایی باید به آزادی افتخار کند، بلکه این روح آزادی است که فردا به ملت سوریه افتخار خواهد نمود. هموطنان عزیز، ببینید برای این رشادت‌های یک ملت چگونه قضاوت می‌کنند و چگونه تاریخ قضاوت خواهد کرد. تکرار میکنم این جمله رو، میگه این ملت سوریه نخواهد بود که در فردای رهایی باید به آزادی افتخار کند، بلکه این روح آزادی است که فردا به ملت سوریه افتخار خواهد نمود. ملت سوریه در نبرد ملی و میهنی خود برای رسیدن به دموکراسی هیچ کاری را انجام نشده باقی نگذاشته و نخواهد گذاشت. آنها بدون توجه به حمایت یا عدم حمایت جهانیان به راه خیش ادامه می دهند. لذا اکنون که آنها چیزی از ما نمی خواهند و توقعی از ما ندارند، این ما هستیم که باید به وظیفه خیش در قبال این ملت سزاوار عمل نماییم. در این مسیر شایسته است صاحبان قلم و رسانه یک روز را به نام ملت سوریه نامگذاری کرده و در این روز از شجاعت دردمندانه ملت سوریه با مردم خیش سخن بگویند. ملت سوریه تنها متعلق به چارچوب جغرافیایی به نام سوریه یا خاورمیانه نیست. این ملت فقط به اعراب تعلق ندارد، بلکه متعلق به همه جهانیان و بشریت می باشد و ما باید افتخار کنیم به اینکه در قبال چنین ملتی پذیرای مسئولیت گردیم. هموطنان عزیز، این نوشته ای آقای امین موحدی یکی از پشتیبانان نهاد مردمی است. ببینید ایرانیان چگونه فکر می‌کنند و این بخشی نحوه تفکر ما رو در نهاد نشون میده. نهاد مردمی پریروز 11 ماهه شد و پا به 12 ماه تولد خودش گذاشت. نهاد مردمی با یک هدف و 5 اصل غلطگیری شده از اون چه که در طی سالیان دراز مبارزین با استبداد کردند، اساره ای از اون چه که میبایست میکردند و نکردند و اون چرا که کردند و نتیجه نداد و اون چرا که کردند و به نتایجی رسید، نهاد مردمی تشکیل شد. نهاد مردمی امروز محملی است، امروز جایگاهی است برای پیوند خوردن تمام نیروهای اپوزیسیون و تمام کسانی که با استبداد مبارزه دارند و تمام کسانی که روی به چشمشون به وطنشون دارند و در این حال در جهان میخواهند نهال آزادی رو بکارند و آبیاری کنند. نهاد مردمی ماه دیگر سال روزش خواهد بود و همه با هم دیگه سال روز نهاد مردمی رو جشن خواهیم گرفت. اما در طی این مدت ببینیم که این روزخانها که حکومت رو در دست گرفتند چه میکنند و چه میگویند و چه عمل میکنند. هموطنان عزیز، در اون بخش اول برنامه خدمتتون عرض کردم که سید علی خامنه ای گفتش که شاه گناهش همین بود که میگفت اون چه من میگویم نه اون چه ملت میخواهد. جالبه
اینا بسی که خودشون نمیفهمن که چی گفتن اون روزا. حالا امروز فرمایشات ایشونه، فقط اون چیزی که ایشون میگن و اون بادمجون دور قابچیناشون و یه عده پلیدانی که دور بر ایشون رو گرفتند، یه عده بی صفتانی که دور بر ایشون رو گرفتند، مزورانی رو که دور برشون رو گرفتند، همون حرفای رو میزنند که این آقا اون موقع میگفت غلطه. جالبه، قبل از انقلاب یه سری چیزها غلط بود و بعد از انقلاب همون چیزها درست در اومده. امروز خامنه ای و اعوان و انصارش گوش نمیدن که ملت چی میخوان. ملت اینها رو نمیخوان، ملت این حکومت رو نمیخواد، ملت این خفت و خاری رو نمیخواد، ملت این تباهی آینده فرزندانش رو نمیخواد و ملت شما آقای خامنه ای و اطرافیانتون رو نمیخواد. هموطنان عزیز، به گفته یکی از این آخوندهای همین مجموعه مزوران و دروغگویان گوش میکنیم تا ببینیم اینها چی میگن در مورد آش. انقدر شور شده که صدای خودشون هم در اومده. چطور میتونه دیکتاتوری با تکیه بر پرچم الله بماند؟ هیچ دیکتاتوری نمیتونه بمونه، حتی اگه قرار باشه به پرچم الله تکیه بکنه. محکوم به رفتنند، چون ملت ایران وطنش رو پس میگیره. ملت ایران خواهان شادی و شادمانی است، خواهان آزادی است. زیر سلطه استبداد در طی طول تاریخ نماند و این ملت نخواهد ماند در آینده نیست. هیچ نیازی ندارم اطرافیان من. خب آقا تو بیرونی بده، یه خودشو بده. الان آدم های نیازمندی داریم، به شدت آدم هایی داریم که برای نان شبشون محتاجن. آقای رئیس جمهور جمعاتش رو تلویزیون فرمودن که ما خدا رو شکر میکنیم کشوری داریم که هیچ گرسنه ای نیست. خیلی سایت ها چیزایی زدن، خود من که حالا گرسنه نیست یعنی چی، این با تحلیل بشه. آره چون هم که بی خود حرف نمیزنن، بالاخره حتما اطلاعاتی دارن. و حالا آیا همه تحقیقات شده واقعا با همه مردم؟ آیا من الان آدم به من میگه آقا طرف آمده معذرت میخوام، به خود فروشی داره تن میده برای من، میدونم فقط فقر اونو به اینجا رسونده، فقط فقر. خب بگم خب الحمدلله خودتو فروختی خانم، الحمدلله پس گرسنه نیستی دیگه، خدا رو شکر، خدا رو شکر که پولی داری بخوری امشب ببری پیش شوهر و بچت. خب آدم اشکش در میاد، ناراحت میشه، بهش فشار میاد تو این کشور. یه عده از سیری دارن میترکن، نمیدونه پولاشو تو کدوم کشور تو کدوم جزیره بره خرج کنه. بعد آدم میبینه همین کارمندای معمولی آمار دادن، گزارش دادن که آقا نمیدونم زیر 1,000,000 تومان خط فقره. خب حالا ببینیم کارمندای دولت پس میشه همه فقیر دیگه، اکثرشون خیلی هاشون حقوقشون چقدره؟ در آمد من پریروز چند وقت پیش، یعنی یه هفته پیش که برنامه زنده پخش نشد، یه بازدیدی داشتم، از دعوت شده بودیم کارخانه هواپیماسازی اصفهان، شاهین شهر اصفهان. بنده رو بردن تو کارخونه، من با این جوانایی که اونجا مشغول کار فنی بودن، یعنی مهندس الکترونیک بود این آقا، گفتم خب شما الحمدلله همه که ازدواج کو آقا ازدواج کجا؟ نه اینا اکثرا مجردن. گفتم ای مجرد بودین من آوردین پیش آقا؟ بریم ببینین الان بلا نازل میشه. این هم جوانا به این خوبی خوشگلی کارم که داریم، مهندسم چه زن نمیگیره؟ کجا آقا شما خیلی حقوق ما چقدره؟ گفتم چقدره؟ حداقل بالای 2-3 میلیون درآمدتونه دیگه. گفت با اضافه کار و نمیدونم کارانه و سختی کار و تخصص به 500,000 تومان نمیرسه. تو صنعت هواپیماسازی؟ تو صنعت هواپیماسازی. گفتم جدی میگن؟ گفتن بله. من خیلی ناراحت شدم، خیلی ناراحت شدم که خب بالاخره این چجوری باید این باید زمین گفت. دیدم راست میگه. گفتم من فقط باید 300,000 تومان اجاره خونه بدم، با 200,000 تومان میتونم دختر مردم بگیرم بیارم. بله من نیاز دارم، خودم هم با سختی دارم تو این فضای آلوده پاک دامنیمو حفظ میکنم. خب آدم ناراحت میشه. این لذاست که باید یه گل برافشانیم و می در ساغر اندازیم، فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم. یه همت جمعی، یه همت جمعی میخواد. و الان هم شما میدونید گر رو گر داره مجموعه های خیریه تو کشور ما اضافه میشه، گر رو گر داره کمیته امداد حضرت امام چاق و چلاد. یعنی چی؟ یعنی فرق داره بیشتر میشه دیگه، یعنی فرق داره بیشتر میشه. آمار سرقتی که دارم میدن بخشش مال فقره، حالا بخشش مال یه عده انسان‌های بلفجانی بلفطره است که اصلا کارشون شده سرقت قاچاق و برای اجانب هم کاری. همه که اینجور نیست. طرف یکی از دوستان مسئول و با اطلاع به من میگفت اومده تو خونه طرف، فقط رفته سر یخچال مواد یخچال رو خالی کرده.
یه کاغذ گذاشته که من زن و بچه‌ام یک ماه میوه و گوشت نخوردم، چاره ندارم. آدم ناراحت میشه. آبیان، حالا من کار ندارم به حکومت و دولت و اینا، ولی احساس میکنم که ما هم یه خورده کمکاری میکنیم. یعنی حتما نباید بشینیم منتظر باشیم که برامون کاری بشه. یعنی قطعا در بین اطرافیامون هستن کسایی که میشناسیمشون که اینجوری محتاجن، ولی خودمون پا رو پا میذاریم میگیم اتفاق همینه. اون وقت بعدم ببینید یه عده الان وضع مثلا فقط گلیم خودشون از آب میکشن، ببین میگیم صدقه حاجا من چی دارم صدقه بده؟ نه تو هم باید بدی هر چقدر که میتونی به تناسب اون چیزایی که داری. هموطنان عزیز، ببینید فقر تا به کجا در اون مملکت داره کولاک میکنه. به قول ایشون یه دست سیری دارن میترکند. اجازه بدین بخشی از اینایی که از سیری دارن میترکند و یه عده زیادی در اون مملکت سر بیشام به بالین میگذارند، هفته هاست رنگ گوشت رو ندیدند، از جلو میوه فروشی ها رد میشن و فقط نگاه حسرت آمیزی رو به میوه ها میکنند. در مقابل نگاه کنید ببینید که این سید علی خامنه ای که در اون خانه آقای شانه‌چید بیتوته میکرد و 15 سال از خان نعمت ایشون برخوردار بود و آخر سر چه کرد با اونها. ببینید این آخوند یلاقبای پابرهنه رو نگاه کنید، این آخوند بیمغز رو نگاه کنید که امروز خودش و فرزندانش میلیون‌ها دلار، میلیاردها دلار از ثروت اون مملکت رو دارن میبرن به تاراج و ملت ایران به قول همین آقایی که صحبت میکرد گرسنه هستند. آقای احمدی نژاد ملیجک آقای خامنه ای چه شکرهایی رو میل میفرمایند و چه صحبتهایی میکنند از اینکه فقر ریشه‌کن شده است. اما ببینید آقا مجتبی خامنه ای فرزند برومند این آقای آخوند مزور نگاش بکنید، فقط و فقط 1.14 بیلیون دلار، بیلیون یورو فقط و فقط اکاونتشون هست که در آلمان دارند. نگاه بکنید در جاهای مختلف خود آقای خامنه‌ای که این همه میگن که این آقا در یه اتاق زندگی میکنه، این سالوس ها، این دروغگوها، آقای خامنه‌ای در سوئیس 18 تا حساب داره در بانک های سوئیس، 18 تا حساب داره که از 8.4 بیلیون گرفته تا حساب های مختلف. واقعا غیر قابل تصوره. تمام این پول های نفت رو اینا کجا بردند؟ در حساب های شخصیشون گذاشتن. مجتبی خامنه ای، علی خامنه ای، مسعود خامنه ای، مصطفی خامنه ای، بدریه خامنه ای، حسن خامنه ای، هادی خامنه ای، تمام خامنه‌ای‌ها اومدن برای چپاول ملت ایران. حرفاشون رو ببینید قبل از انقلاب چی میگفتن، امروز چی میگن. هموطنان عزیز، ما وطنمون رو پس میگیریم. ملت ایران ملت زنده است. زنده باد آزادی، پاینده باد ایران، ریشه‌کن باد استبداد. روز موعود فرا خواهد رسید و ملت ایران این آدم ها رو سر جاشون خواهد نشوند. تا برنامه دیگر با شما بدرود. زنده باد ایران، سرفراز باد ملت ایران. آینده ایران در دستان شماست.